أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سوره حمد و هممون بلدیم. دوتا نکته توش داره، یعنی هزار تا نکته داره، حالا این دوتا نکته رو میخوایم عرض کنم. ببینید، اهدنا الصراط المستقیم. ببینید، شما میتونید به نیت یک آیه قرآن بخونید، آیه سوره حمد در نمازتون، و یه سوره حمد خونید، خود سوره حمد میخونید، اینم به عنوان یک آیه از آیات سوره حمد میخونیم. میشه به نیت دعا بخونیم. این آیه دعاست. این آیه رو ما به قصد دعا میخونیم. یعنی آیه دعایی که در قرآن آمده. یعنی هم قرآن بودنش حفظ میشه، هم دعا. برای یه مسئله بود عرض شد. خب من میگم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت کن. از همون زمانایی که آیه آمده بوده سوال کرده بودن، مگه ما در راه راست نیستیم؟ ما در راه راست هستیم. درخواست راه راست دیگه به چه مناسبته؟ فرمودن یعنی که ما را در راه راست ثابت قدم بدار، ما را در راه راست که راه ولایت امیرالمؤمنین و اولادشه ثابت قدم بدار. پس اهدنا الصراط المستقیم، من دارم دینداری را برای آینده خودم از خدا درخواست میکنم. رو این نمیخوایم وایسیم، حالا داریم گذرا عرض میکنیم، رد میشیم، هم به یک حرف اصلی برسیم انشاءالله. البته خیلی مهمه، دینداری را در آینده من تو تضمین کن. اگر خدا تضمین کند میشه. آدم هزار رو داره، مثال معمولا میذارم، میگه مثلا یه سکه رو شما میندازی بالا تا بیاد پایین هزار رو میشه. آدمیزاد بدتره، هر لحظهش در خطره. نگم من تا 70 سالمه، من 70 سالمه، تا حالا تو راه راست بودم، حالا اگر بودم بعد، نه، هیچ تضمینی نداره مگر خدا تضمین کنه. دلیلی وجود داشته باشد به اون دلیل خدا تضمین کنه. بنابراین میخوام عرض کنم عاقبت خیلی مهمه، نه برای جوونا مهمه، بر بنده مهمه. اینو یادمون نره، عاقبت خیلی مهمه. خیلی مهمه دیگه، حالا بیشترش رو نمیخوام عرض کنم. من در اهدنا الصراط المستقیم دین را از خدا میخواهم. آیه بعد چی میگیم؟ بعد میگیم که ما را به راه راست
هدایت کن، به راه مستقیم هدایت کن. بعد میگیم این راه، راه کسانی است که تو به آنها نعمت داده ای. این راه مال اوناست. یه کسانی هستن که تو به اونها نعمت دادی، این راه مال اوناست، دین مال اوناست، اونا صاحب دینن. مرا به دین هدایت کن، مرا در دین ثابت قدم بدار. این دین، دین کسانی است که تو به آنها نعمت داده ای. که حالا قرآن هم فرموده که اینه که خدای متعال به اونها نعمت داده، کیانند؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالح. انبیا صاحب دینند، دقت کنید، صاحب دینند. صدیقین صاحب دینند. آیه فکر میکنم سوره زمره، والذی جاء بالصدق، کسانی که صدق را می آورند، یعنی دین را معنی کنه، صاحبشه. این دین رو آورده برای ما، صاحب دینه. پیامبر ما صاحب دینه، دین رو برای ما آورده، او آورده. ولذی جواب صدق، صدق می آورد، صدق به همراه می آورد. ما خواهان دینیم، دنبال دین می گردیم، می خواهیم از دین متابعت کنیم. انشاءالله یک کسانی صاحب دینه. گفتن کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. شهیدان، شهیدان یعنی شاهدان بر اعمال، نه شهیدان کشته راه خدا. شهیدان، شاهدان بر اعمال، صدیقین، صالحین و نبیین. اینا صاحبان دینند. یه حرف بالاتر داریم، آیاشو براتون بخونم. چیز عجیبیه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. نیکی، دقت کنید، بر یعنی نیکی. ما تو زبان فارسی هم گاهی ممکنه بگیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. نیکی، نیکی، نه نیکوکاری. حالا ممکن نیکوکاری هم بگیم، اما حالا عرض میکنم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. رو به مشرق کردن، رو به مغرب کردن، این خوبی نیست، این نیکی نیست. لکن البر، نیکی چیست؟ من آمن بالله، نیکی کسی است که ایمان به خدا آورده است، نه نیکی کرده است، خودش نیکی است. لکن البر، من آمن بالله، کسی که به خدا ایمان آورده است، این نیکی است، خوبی است، مجسمه خوبی اوست. ولی یوم الاخر ایمان به خدا داره، روز به قیامت ایمان داره، به ملائکه ایمان داره، به کتاب به قرآن ایمان داره، به پیامبران ایمان داره، مال را میدهد با همه علاقه ای که مثلا داره، زحمت کشته پاش، به ذوی القربی میدهد، به مساکین میدهد و به نماز را به پا میدارد، زکات میدهد، به عهدش وفا میکند، در مشکلات صبر میکند. بعد میفرما اولئک الذین صدقوا، اینا راست گفتن. در قیامت از آدم راستی میخوان، هر کی راستی برد. اولئک الذین صدقوا، اینا که ایمانشون هیچ خدشه نداره، در عمل هیچ کوتاهی نکردن، اولئک الذین صدقوا، اینا راست گفتن. و اولئک هم المتقون. یعنی یه جا فرمودن که نیکی کسی است که به خدا ایمان آورده است. آیه بعد
این در سوره بقره آیه 177. آیه بعد در باز همین سوره بقره آیه 189: لیس البر بان تعتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من تقا. نیکی کسی است که تقوا دارد، نیکی کسی است که تقوا دارد، نه نیکی میکند، خودش نیکیه. این دوتا حالا آیه بعد یه ذره روشن‌تر میکنه مطلب رو. در داستان حضرت نوح علیه السلام که ایشون دعا کرد برای بچهش، بچه داره غرق میشه، دعا کرد. خدای متعال با او عهد کرده بود که اهل تو را من نجات میدم، نجات اهل او را، خاندان او را عهده‌دار شده بود. حالا بچه داره از بین میره. عرض کرد خدای بچه‌ام، فرمود که یا نوح انه لیس من اهلک، من قول اهل داده بودم، به تو قول دادم اهل تو را نجات میدهم، او جزء اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، این فرزند تو عمل غیر صالح است، نه عمل غیر صالح میکند، عمل غیر صالح است. گفتن کسی که تقوا در عمل تقوا دارد او خوبی است. آدم به یه جایی میرسه میشه خوبی. میخواستیم به اون بحثمون برسیم. یه کسانی هستن میشن دین. اگه دین و تجسمشو میخوای اوست. ما در مورد 14 معصوم یه همچی اعتقادی داریم. میگن یک پراید که حالا من شما راشه درست نمیتونم بخونم، با رنگ نکمه دادی راه رو بسته. ۱۵ لام ۴۶۶ ایران 14 پراید 141 راه رو بسته. از شهرستان اومد دیدن شما. در این مرحله عرض میکنیم یک کسانی از بندگان خدا، از اولیاء خدا به درجه رسیدن شدن خودشان دین. این حرف خیلی واضحی است در اعتقادات شیعه. ما شاید نمیدونم بگم 100 بار مثلا توی روایات ما، در زیارات ما، در مورد ائمه‌مون، حالا زیارات جامعه رو که حالا مثلا بعضیمون آشنا هستیم، گفته میشه و انتم صراط الاقوام، شما راه راستی. اونیا نفر بودن اهدنا صراط المستقیم، میگن شما راه راستی. آدم میشه تا اینجا پیش میره میشه دین. عبارت دیگه میگیم، ما میگیم تجسم دین. اگر دین مجسم میشد میشد امیرالمومنین، میشد حضرت صدیقه طاهره. ببینید اینو دقت کنید، ما در این مسئله بین امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره هیچ فرقی نمیگذاریم. او تجسم دین است ولو یک زن است، ایشان تجسم دین است مرد. نید امیرالمؤمنین امامه، حضرت صدیقه امام نیست، امام نیست، اما این تجسم دین درش هست. آدمیزاد به یه جایی میرسد که میشود تجسم دین، همه چیز دین رو در اون میتونی ببینی. آدمیزاد احتیاج دارد که ببیند و بشنود. آدمیزاد احتیاج دارد هم ببیند هم بشنود. ما اگر دیده بودیم آدمایی که
به اینجور جاها رسیدن خیلی فرق میکردی. شما و من دینو حالا با کم و زیادش، حالا ممکنه بنده دیده باشم، بعضی از شما هم دیده باشین، معمولا شنیدیم. اگه دیده بودیم خیلی فرق داشت. حالا در حساب آدمیزاد احتیاج داره که دین رو ببیند، تجسم دین رو ببیند. خدای متعال امام برای این قرار داده، برای هدایت انسان. یک قدم بسیار بزرگش، یک کمک بسیار بزرگش اینه ببینه خوبی رو توی یه نفر ببینه. اون دوستان امیرالمومنین رو شما حالا مثلا ماها کمتر معمولا میشناسیم، شیفته بودن، فریفته بودن. بعد از مثلا نمیدونم چند سال بود از شهادت امیرالمومنین گذشته بود، معاویه از اون نفر که از دوستان امیرالمومنین سوال کرد چطوری، گفت مثل الان من در فراغ امیرالمومنین که شهادت ایشون رو مثلا من دیدم، مثل کسی هستم الان بعد از 20 سال، مثلا بعد از 10 سال، بعد از 15 سال، مثل کسی هستم بچه‌ش رو تو دامنش سر بریده باشن. اینجور من پرپر میزنم برای امیرالمومنین. چرا؟ دیده بود. عمل یعنی تجسم اسلام رو، تجسم کرامت آدمی رو، تجسم همه خوبی ها رو در یک انسان دیده بود. اینجور شیفته شده بود. این عرض میکنم یه احتیاجیست که، یه نیازیست که آدمیزاد داره. باید یک اسلام رو در یه نفر ببینه. در خدای متعالیش کنم به این دلیل امام رو برای ما قرار داده. امام کسی که تجسم دین است. خب یعنی دوستی این امام، یعنی دوستی همه خوبی ها. خب دوستی میتواند بی بو خاصیت باشه؟ نمیشه. دوستی یه همچی موجودی در این اوج از پاکی، پاکیزگی، خوبی نمیشه. حتما دوستی، من عرض میکنم یه سر سوزنش، یه سر سوزن از دوستی امیرالمومنین برای نجات آدم کافیه. یه سر سوزن، اما این یه سر سوزن نمیشه. در من باشه هیچی، من رنگ ندارم، به راحتی دروغ میگم، به راحتی همه چیزای دیگه. حتما به آدم، به زندگی آدم، به اخلاق آدم، به افکار آدم رنگ میده. یه سر سوزن، این یه سر سوزن برای نجات کافی است. عینش حالا ما میگیم یه سر سوزن ایمان، یه سر سوزن ایمان به خدا شما داشته باشی کافی است برای نجات. حالا عینش میگیم چون ایمان با دوستی امیرون یکیه، دوستی امیرون با ایمان یکیه. اگه آدم یه سر سوزن دوستی امیرالمومنین داشته باشه، دوستی حضرت صدیقه رو داشته باشه، کافیه برای نجاتش. و این نمیتونه تو نماز من اثر نداشته باشه، تو چشم من اثر نگذاره، در دست من، در پای من، در فکر من، در فکر من اثر نگذاره. من پاک فکر نکنم. یه نکته عرض کردیم در مورد حضرت صدیق، عرض کردیم که در دقت کن واقعیات یه مناسب ظاهری دارن ائمه، یه مناسب ظاهری دارن ائمه، حاکمن، حکومت مال امامه. وقتی امام هست حکومت مال اونه. الان امام غایبه، خب نه، اما وقتی که هستش توی جامعه اسلامی حکومت مال اوست. این شأنی است که مال
جنبه مردانگی ایشونه. زن نمیتواند حکومت بکنه. حکومت نیاز دارد که با مردم، با عموم مردم معاشرت داشته باشه، تماس داشته باشه. این برای یک زن در اون به اصطلاح بینش اسلامی ما امکان نداره. زنی که باید پوشیده باشه، میخواد امام جماعت مردم باشه، میخواد فرمانده لشکر باشه، میخواد در نمیشه. ببینید این چه کاری میکنیم، اینا همه مناسب ظاهریه ائمه است. این مناسب ظاهری چون مربوط است به مردانگی، جانب مردانه ائمه ما مردن. اینا همه مربوط است به اون جنبه مناسب ظاهری. از نظر باطن بین امیرالمومنین و حضرت صدیق هیچ فرقی نیست. یکی همین بود که عرض کردیم. بنابراین اگر ما از یکی از رفتار، فقط یکی از رفتارهای حضرت صدیق مطلع باشیم، بدونیم ایشون اینجا در یه همچین شرایطی این کارو کرده، این برای ما میشه حجت، چون دین ماست. ایشون تجسم دین ماست، همونطور که امیرالمومنین تجسم دین ماست، پیامبر اکرم تجسم دین ماست، حضرت مجتبی تجسم دین ماست، 14 معصوم تجسم دینن. اسلام است، اسلام در یک شخص، در حضرت صدیق هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. ما میگیم عمل امام حجته. عمل امام حجته. چرا حجته؟ چون تجسم اسلامه. این رو ما در مورد حضرت صدیقه میگیم. این در باطن مقامات معنوی ائمه بین حضرت صدیقه و امیرالمؤمنین و حتی پدر بزرگان فرقی نیست. این البته حضرت رسول اکرم فرد اوله، امیرالمؤمنین فرد دومه، این به جای خودش، این سر جای خودش هست. اما در باطن مقامات معنوی بین این بزرگواران هیچ فرقی نیست. همون جور که امیرون حجته، حضرت صدیقه حجته، همونطور که پیامبر حجته، همه 14 نفر، همه 13 نفر بعدی حجت هست. لذا ببینید تنها کسیست که در جریان، مثلا در جریان سقیفه میگن که 3 نفر اومده بودن، 3 نفر بودن دیگه، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود. اینا اومدن تو مسجد، وقتی که امیرالمومنین اووردن تو مسجد که ازشون بیعت بگیرن، اینا هستن. دقت کنید، روایت ما میگوید که سلمان در اون شرایط بحرانی که بالای سر امیرون شمشیر نگه داشتن، بیعت کن یا کشته میشی. ایشون دست برده شمشیرشو، میگن بنزی وجب شمشیر کشیده بود. در برابر مقداد میگن چشمش تو چشم امیرالمومنین بود، دستوری میده یا نمیده، هیچ حرکت نکرده. بعدها سلمان گرفتار شد، یه بلایی سرش اومده که رو نقل کردن. چرا؟ چرا بیازی یه وجب شمچی رو تو کشتی بیرون؟ هیچ جمع نمید میخوردین، حرکت نکنید تا امامتون چیزی نگه. اما حضرت صدیقه خودش حرکت کرده، داره عمل میکنه به طور مستقل، اجازه نگرفته از امیرالمومنین. ایشان حجت هست، همونطور که امیرون حجت هست، حجت خداست، حجت خداست. آن چیزهایی رو که وظیفه امیرالمومنین بود به کمک حضرت صدیقه تونست عمل کنه. وظیفه نداشت که بیعت کند با حکومت تازه. این روز دوشنبه حضرت رسول خدا از دنیا رفتن، سقیفه روز دوشنبه به پا شد، روز سه شنبه بیعت عام شد.
عموم مردم اومدن بیعت کردن. حکومت مثلا ماسید رسمیت یافت، فلان رسمیت نیافت، حالا اونو بعد عرض باید بکنیم. رسمیت یافت، خب روز چهارشنبه اومدن امیرالمومنین بردن پای منبر که ازشون بیعت بگیرن. از صدیقه رو بکنم هر چی کرده که از جمله کارهایی که باید میکرده این بوده که نگذاره امیرالمومنین ازش بیعت بگیرن، نگذاره از امیرالمومنین بیعت بگیرن. دقت کنید، نگذاره. قبلا خوندم سندهای درجه اولی که در مآخذ اهل سنت وجود داره که امیرالمومنین بیعت نکرد، در اون شرایط بیعت نکرد، بردن رفت تو مسجد. یعنی بردن هم که ما میگیم مثلا با ریسمان بردن یا هر جور دیگری بردن تا پای منبر و با شمشیر بالا سر واجسته بودن، اما بیعت نکرد. چه بیعت نکرد؟ واسه که حضرت صدیقه دخالت کرد. امیرالمومنین باید بیعت نکند به هر قیمت شده، به هر قیمت شده، ولو کشته میشه. اما های کشته میشد هیچ چیز نمیموند. ما میگیم اگه پیامبر در وسط دوران نبوتش کشته میشد، لذا خدای متعال نمیگذاشت تمام شرایطی که پیش اومد، خطراتی که پیش اومده حفظ کرده خدای متعال. پیامبر زخمی شد اما خطر مرگ براش پیش نیومد، نگذاشت خدای متعال. مکرر اومدن برای اینکه ایشون رو به اصطلاح امروز ما ترور کنن، مکرر اومدن، نذاشت خدای متعال. اگر ایشون وسط مأموریت، در وسط دوران مأموریت کشته میشد، خدای متعال لازم است، ناگزیر است یک پیامبر دیگر بفرسته. اگر امیرالمؤمنین اونجا کشته بشه تمام وساطت دین جمع میشه، خدای متعال بایستی پیغمبر دیگر بفرستن، چون این دیگه مقدر نیست، بنابراین باید جانشون محفوظ بمانه. به چه وسیله جانشون محفوظ مونده؟ با دخالت حضرت صدیقه. عرض میکنیم دخالت رو اجازه گرفته؟ نه. همین که ما در خانه میدونید، حالا نمیدونم میدونید، صد بار من عرض کردم اما دوستان بنا نیست بدونن، در خانه امیرالمومنین تو مسجد باز میشد، همون در رو آتش آوردن، همون در رو شکستن، اومدن تو در خانه امیرون تو مسجد باز میشد. بنابراین حضرت صدیق اومد دم در خانه، یعنی دم در مسجد. وقتی در خونه تو مسجد باز میشه، وقتی که اومد دم در، یعنی اومد دم در مسجد و اونجا فریاد زد. فریاد ایشون یعنی توی روایت ما هست، در روایت اون ور دیگه این خبر نیست که چی شد. ما میگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی افتاد که رها کردن امیرالمومنین رو. اون روایت که یه چیزی که در روایت ما هستش، اون نشون میده که واقعا چی اتفاق افتاد. سرمان میگه من دیدم دیوار مسجد جا کنده شد، احساس خطر کردن، این خطر یعنی قطعا میکشتن. حالا نمیتونه آدم هر حرفی رو بزنه. نه کسی از خدا ترسیده، هیچ کسی از خدا نمیترسید. خطر اساسی برای جون خودشون، همه چی دیدن در معرض خطره. الان یک زلزله میشه و همه چی نابود میشه، رها کردن امیرالمومنین. حرف رو این مقدار درز گرفتم. امیرالمومنین به سلامت بدونه که بیعت کنه، ببینید به سلامت بدونه که بیعت کنه به خانه برگشت و بیعت نکرد تا 6 ماه. اینم دقت کن، تا 6 ماه. در سر 6 ماه دشمن اومده تا پشت دیوار مدینه. دشمن که عرض میکنیم ایناشو حالا یه ذرهشو میدونیم، ما میدونیم یه مسیلمه کذاب بود. این اومد در عصر
حضور پیامبر، آمد با قبیلهش خدمت پیغمبر، مثلا ظاهرم مسلمان بشه. اونجا گفت آها من مسلمان بشم به من چی میدی بر آینده؟ مسلمان شدن که چیزی لازم نده در آینده. دقت کنید چندین نفر اومدن خدمت پیغمبر یه همچی جوری، یعنی فکر آینده رو داشتن. اینا اسنادیست که در کتاب های مثلا تواریخ روایت اهل سنت هست. این اومده بر آینده فکر داشته که مثلا به من یه چیزی بدید، مثلا نصف سرزمین جزیره العرب دیگه، یه کشور بزرگه، نصفش مال من نصفش مال تو. به نظر اینجا فرمود که یه وجب زمینم به تو نمیدم. گفت مثلا حالا میرم چیکار میکنم برو. بعد این وقتی به قبیلش برگشت، حالا همه چیزش یادم نبود، به قبیلش برگشت اونجا ادعای نبوت کرد. اواخر دوران عمر پیامبر، مثلا چند ماه آخر، مثلا 6 ماه آخر که دیگه فرصت نشده کاری بکنن، این ادعای نبوت کرد. و قبیله هم که اعراب هم چون قبیله ای هستن، قبیلش هم بهش ایمان آوردن. بعدها این با 40,000 سرباز اومده طرف مدینه. اگه 40,000 سرباز میومد طرف مدینه چی میشد؟ جنگ احزاب 10,000 نفر لشکر دشمن بود. خندق کندن، نمیتونستن شهر خودشون دفاع کنن در مقابل 10,000 نفر. حالا 40,000 نفر ایشونه فقط. تورا آمده بود به یک پیامبر زن، یه زنی از یه قبیله دیگه ای، اونم ادعای پیغمبری کرد، باز قبیلهش بهش ایمان آوردن. میگفتن پیغمبر خودمونه، نقلای میگه او 100,000 سرباز داشته. بعدم اینا اومدن تو راه به هم برخورد کردن، با هم ازدواج کردن، پیغمبر مرد و پیغمبر زن با هم ازدواج کردن. هر زن به حضورشون جنگشون تعداد سربازشون چقدر شد؟ اینا اومدن تا پشت، یعنی نیروهای به اصطلاح پیشتازشون تا پشت دروازه های مدینه آمده. اونجا امیرون فرمود من برای اصل دین خطر احساس کردم، اگه من دست بذارم رو دم یه نفر از شهر مدینه سرباز نمیرفت بیرون. وقتی امیرون بینید مجبور بود بیعت کنه بعد از 6 ماه. اونی که اون وقت باید بیعت نکنه حالا باید بیعت بکنه. برای چی؟ فرمود برای حفظ اصل اسلام در معرض خطر بود، من بیعت کردم. وارد توی نقش بلاغم هست، امسک تو یدی دستمو بستم، حتی رعی تو راجعتن ناز قد راجعتن الاسلام. دیدیم او جمعیت ها رفتن به آن سو، من دیدم که از حق خودم گذشتم، الان دارن اینا اصل دین رو نابود میخوان بکنن. دیگه اذان کسی نخواهد گفت، یک رکعت نمازی کسی نخواهد خواند. بنابراین من وقت کمک کرده امیرالمومنین، ولو پوشوندن نمیگن امیرون چی کار کرده، فقط خوشی اشاره فرمود در جنگ با مخالفان. همت امیرالمومنین باعث شد که اینا از اطراف مدینه پراکنده شدن. بعدم لشکر مسلمان ها از شهر خارج شد، بعد از بیعت امیرالمومنین لشکر از شهر رفته بیرون، لشکر رفت بیرون و دشمن مغلوب شد، که اونم خیلی به سختی اتفاق افتاد. عرض کردیم که اون بخشی از وظایفی که حضرت صدیقه به عهده داشته است، مثل یک امام، بدون که امام باشد، عرض کردیم چون تمام مقامات معنوی که در ائمه وجود دارد، در شوهر بزرگوارش وجود دارد، ایشون دارد، بدون که امام باشد. اینو باز یادمون نره، امام نیست ایشون، اما همه اون مقامات، حالا مثلا این دیگه شو، این دیگه دست راحت روشنه، اسمت به همون درجه ایشون معصوم است، کمیرون معصوم است، 14 معصوم، درجه اسمتشون مثل همه،
یکسانه. بنابراین ایشان حجت خدا بود در فاصله 95 روز بعد از پدرش، کاری مثل کار امیرالمومنین در دوران امامتش کرده. اگر این دوران 95 روز و کارهایی که حضرت صدیق نمی کرده نکرده بود، ما از اسلام امروز هیچ چیز نداشتیم. شما اگر امیرالمومنین بگیری از اسلام هیچی نداری، حضرت مجتبی رو بگیری هیچی نداریم، دونه دونه ها هر کدوم رو بگیری از اسلام هیچی امروز در دست ما نبود. بودن آنها مساویس با بودن اسلام. خب این عرض من تمام شد، حالا باید بریم به در خانه حضرت صدیقه. یه چی نکتم عرض کنیم، یه امتحان مثال پیش اومده برای مردم مسلمان ها، متدینین، خوبای کشور ما. ایام عزای حضرت صدیقه برخورد کرده است با ایام نوروز. ما نوروز را ترجیح می دهیم، عید داریم یا ایام عزا داریم؟ ما این لباس مشکیمونو فردا و پس فردا و پس اون فردا تا جمعه و بعد و اینو در نمیاریم. ایام عزای حضرت صدیق است. مرحمت خدا در اون همین دوره گذشت، محرمی که با عید تلاقی کرده بود، مردم ها درست عمل کردن، یعنی عید رو ترجیح ندادن. یه عیدی هم هستن، خب الان در طول سال هم اونا هستن، این روز میره مثلا چی میره، فرض کنه که جزیره کجا، نمیدونم به کجا هست، خارج از ایران. ببینید از ما توقع دارن، از اونا توقع ندارن. ما یه عهد دوستی بستیم، انشالله این امتحانات باعث می شود که انشالله تا آخر بماند. حرفی که اول عرض کردم، عاقبت به خیری قیمتیه. اصلا این حرفی که آدم میگه عاقبت خیلی قیمتیه کمه، من دارم کم میذارم، خودتون توجه کنید. عاقبت خیلی، یعنی من یه اون مسلمون بودم بعد نامسلمون از دنیا میرم، یعنی چی؟ یا نه، من مسلمون از دنیا، مؤمن از دنیا میرم. خدای نکرد اگه نامسلمون از دنیا برم، یعنی یه عبد، یه عبد عذاب. نمیدونم اصلا از نمیشه تصورش کرد. اما اگه عاقبت به خیر از دنیا بره آدم، یعنی با اسلام، با ایمان، با درستی، با پاکی از دنیا رفته. این نکته ها، یعنی مثل همین این جریان امثال ما، از اون نکته هاییست که میتواند واقعا به عاقبت به خیری آدم کمک کنه. بنابراین سعی بفرمایید که اون مقداری که از عزاداری در سالهای گذشته، هر کی کارایی داشته دیگه، تو خونهشون میکرده یا به جایی میرفته، مثلا به مجلسی میرفته، در عزاداری شرکت میکرده، در سینه زنی شرکت، اینا رو مثل سالهای گذشته عمل کنید، کم نذارید. اگه بیشتر کردید خوش به حالتون، اما کمش نکنید. این نکند خدای نکرده شیطون. حالا با مثلا جلساتی با جوونا داریم، اونا نمیدونم خدای من به اونا چیکار چی بگم، بگم با پدرت مخالفت کن که نمیشه که. پدر مادر میخوان بچهشون رو برن مسافرت، میخوان برن گردش، حالا اونجا رو بگه ناگزیر بودیم به اونا بگیم که شما از پدر مادر اطاعت کن، مجبور بودیم. اما حالا که چون اینجا معمولا بزرگسالان اینا اصلا اینا پدرن، بنابراین به شما عرض میکنیم که مواظبت کنید. حالا مانعی ندارم چند روز مسافرت داره، مسافرت مانعی نداره، اما ایام عزا رو خراب نکنید. ما الان یه ایام عزایی داریم که مثلا حالا جلسه ما مثلا 4-5 شبه
و اون فاطمی دوم رو هم که ما حالا منزلمون یه دهه داریم که چند شب هم احتمالاً هیئت میاد اونجا، حالا اونم انشالله که در عزاداری شرکت میکنید و انشالله از مرحمت حضرت ولی عصر به ما دارن نگاه میکنن که ما این امتحان رو چگونه. خب اینم نکته مهمی بود که عرض کردیم. امشب بنابر نقلامون شب اولین نقل شهادت حضرت صدیقه است. از نقلای دیگه هم که داریم، اما نقلای بزرگمون 75 و مثلا 73 و 75 و 95، حالا در 75 ش امشب شب شهادت ایشان است. ببینید دوران بعد از وفات رسول خدا ایشان برای ایشان دو قسم شد. یک قسمش هنوز سرپا بود، یه قسمش مریضی ایشان را از پا انداخته بود. این روزا آخرین روزهایی است که ایشون در بستره، آخرین روزهایی که در بستره. خب هر چی زمان بستری بودن ایشان میگذشت و بیشتر طول میکشید، ناگزیر حال ایشون بدتر میشد، ناتوانتر میشد.